سلام، به رادیابی خوش آمدید. اداره بازسازی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان گزارش داده است که برنامه پروموت یا توانمندسازی زنان در افغانستان مؤثر نیست و این برنامه با وجود مصارف گزاف ناکام بوده است. پروموت با منظور ارتقای ظرفیت زنان در عرصه آموزش و پرورش، فراهم آوری فرصت ها و زمینه کاری برای زنان در حکومت و سازمان های خصوصی و همچنان بهبود وضعیت زندگی بیشتر از 75,000 زن در بخش های گوناگون جامعه افغانستان در نظر گرفته شده بود. سیگار در گزارش نوشته است که با گذشت چندین سال از راه اندازی برنامه پروموت و مصرف شدن 89.7 میلیون دلار، اداره انکشاف بین المللی آمریکا این برنامه نتوانسته است به اهداف کلیش دست پیدا کند. سیگار در گزارشش می نویسد 280 میلیون دلار پولی که برای توانمندسازی و بهبود وضعیت زندگی بیشتر از 75,000 زن در بخش های گوناگون جامعه در نظر گرفته شده بود، مورد حیف و میل قرار گرفته است و تنها دستاورد برنامه پروموت در طول این مدت با هزینه 89 میلیون دلار تا قرار 55 زن در سطح رهبری حکومت بوده است. ما دانه دانه یک دلار حساب از اینه میخواییم، به خاطر از اینکه چرا نام زن افغانستان بد شوه و در زندگی زن افغانستان هم روی چیز تغییر نامده. امروز شما ببینید که وضعیت زنها در خود پایتخت از چه قرار است. شما ببینید که در سراسر افغانستان زن افغانستان از فقر، از بیسوادی، از اینکه خشونت ها در سر رای زندگیشان چقدر زیاد است، از ناهمنی به فغان آمدن. کجا تغییر در زندگی زن افغانستان آمده؟ به او خاطر است که من که امروز این گپ به صراحت میزنم، من مسئولیت دارم در مقابل زن افغانستان. زیادتر گپ ها در افغانستان جنبای نمایشی داشته، جنبای تجارتی داشته، جنبای سیاسی داشته. زن افغانستان قربانی هزی بازی ها شده در طول عبد 18 سال. زن افغانستان به طور مثال مثلا صلح میخواه، امنیت میخواه، نان میخواه. بیاین ما بگویم که کجا گپای زن افغانستان شنیده دنیا و حکومت افغانستان. زن افغانستان از شعار دادن خسته شدن. زن افغانستان این وضعیت بسیار زیاد مانده ساخته. ما وقتی که بار تکرار میکنم که زن افغانستان این وضعیت مانده ساخته، ما امرای زن روزمره کار میکنم. ما به گوش خود میشنوم و به چشم خود میبینم که زن چقدر زن افغانستان زیر فشار هستند. در افغانستان در تمام عرصه ها فساد بسیار گسترده صورت میگیره، متاسفانه که رئیس جمهور مملکت با مفکر بودنش، مفکر دوم است در عرصه بازی دادن مردم افغانستان، بسیار خوب میتونه بازی بتن و متاسفانه که مردم هم باور میکنن. مشکلی است که از ابتدای از این پروژه پروموت یا ظرفیت سازی خانما، پول گزافه که از طرف ایالات متحده منظور شد چقدر نقش داشت بانوی اول در منظوری از این پول و در عین زمان امو وقتایی که این پول منظور شد، ما چندین بار در پارلمان و از طریق میدیا سر از این مسئله صحبت کردیم که این پولای گزاف اصلا در مو عرصه که منظور شده مصرف نمیشه و حتی اسناد و ثبوت و شواهد وجود داره که تقریبا در حدود 50 میلیون دلار نقد از طرف میدان وایی از طرف اشخاص افراد کشیده میشد که اوجا این پول به دست پلیس افتید و بالاخره قماندان میدان هوایی امو وقت و زمان قربانی از این قضیه شد و آقای رئیس جمهور اونا را برطرف کردن سبایش وقتی که پول گیر آمد. این تمام پولایی هستند که به شکل از اشکال از طرف امریکا پرداخته میشه به افغانستان، باز دیجا اسناد بر از او جور میشه که به کدام شکل کشیده شوه و پول باز او اسناد گم میشه و بالاخره هیچ کسی نیست که بتانه در این مورد تحقیق کنه و بالاخره نشان بده که این پولا به کجا گم شد. ولی این که در رأس از این قضیه بانوی اول است،
و تا جایی که ما معلومات داریم از چهار دو اطراف از این خانم اول فساد گستردی صورت گرفته، پولا در خارج خانه‌های بسیار قیمتی خریده شده، در امریکا خریده شده و در کشورهای دیگه خریده شده، بالای از این پول خانه خریده شده و در این زمان پول برای انتخابات آینده رئیس جمهور پولای بسیار گزافه است که این همیال پرداخته میشه در سای مختلف کار میکنن و این پولای گزافه که بر از وا داده میشه از کدام کد رسمی رئیس جمهور نه، بلکه از جیب شخصی رئیس جمهور که همین پولای پروموت و پروژه صلح و مسئله دیگه است که از او پرداخته میشه. چون فساد است ما توقع ما این بود که با ایجاد دفتر بانوی اول در افغانستان تحت زنان بیشتر تحت پوشش قرار بگیرن و این فرهنگ که زنان در یک ماهنگی با حکومت نیستن از بین بره. متاسفانه با ایجاد دفتر بانوی اول تقابل بیشتر بین زنان ایجاد شد و بس شکل گزینشی کسان انتخاب شد که اکثرا تجربه ندارن، در افغانستان زندگی نکردن، به خوب و بد مردم افغانستان روزگار افغانستان نبودن. درست است که اینا شاید تحصیل کرده باشن و افغانستان به اینا ضرورت داره به مرور زمان، ولی او به این معنا نیست که باز یک جمع کلانی که در داخل افغانستان بودن روزهای بعد خوب مردم افغانستان رو تجربه کردن اونا رو نادیده گرفتن، حتی به شکل گزینشی یک تعداد محدود در اطراف خود گرفتن و این دلیل شد که و ممثل زن افغانستان هم شدن که یک ضربه کلان است. به خاطر ممثل زن افغانستان باید کسی باشه که در افغانستان زندگی کرده باشه، کسی باشه که در فراز کوه ها رفته باشه، کسی باشه که مشکلات مردم دیده باشه، کسی باشه که طرح و برنامه برای بیرون شدن از این مشکلات داشته باشه. اینان ممثل زن افغانستان شدن و یک اشتباه کلان است. و وزارت امور زنان با توجه به اینکه در چند سال گذشته ما وزرای بسیار قوی در وزارت امور زنان نداشتیم، امی مشکل را نتونستن که به یک هماهنگی حل کنن که نقش خود در نظارت از این پروژه برجسته بسازن. وزارت امور زنان مسئولیت اولی را داره در هماهنگی پروژه‌ای که مربوط زنان است. حتی همی کمیته که کمیته به اصطلاح نظارت بود یا مو برد مشاورین هم رئیس همکارشان وزیر امور زنان بود، ولی با توجه به اینکه این وزارت معمولا مصلحتی انتخاب شده و از فعالین حقوق زن وزیر امور زنان هیچ وقت نشده، اینا متاسفانه که او چیره در نظر نگرفتن، اما جایگاه خود در نظر بر نظارت نگرفتن و شدیداً تحت تاثیر دفتر بانوی اول بودن و حتی در تصامیم دیگه هم که در امیال جریان داره از اینکه به مردم افغانستان پاسخگو باشن و از اینکه به مردم افغانستان ارزی خدمات داشته باشن، ما فکر میکنم این در مورد اکثر وزارت هاست، بیشتر در فکر خوش ساختن ارگ و اطرافیان ارگ و حتی ریاست اجرایی هستند. از این لحاظ اشتباهات پیهم باعث از این شد که آله هیچ کس مسئولیت نگیره. هر کسی که شما صحبت میکنین میگین مسئولیت من نبود، درست است مسئولیتشان نبود به خاطر که جایگاهشان در قانون تعریف نشد، اما متاسفانه مداخله کردن. این برنامه همزمان با شروع کارش که توسط رولا غنی بانوی نخست کشور گشایش یافت، نقش بانوی اول در این پروژه نیز بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته است و اتهامات بی‌نتیجه ماندن پروموت هم بیشتر به آدرس بانوی اول وارد می شود. بسیاری ها به این باورند که ماجرای حیف‌العمل شدن بودجه پروموت سوال برانگیز است. یک سو پول بزرگ و سرنوشت یک برنامه جدی به نام زنان در میان است. سوی دیگر بازی رد و تکذیب از سوی نهادهای مسئول در این پروژه. دفتر بانوی اول همزمان با نشر این گزارش با نشر خبرنامه نقش در مصرف بودجه برنامه پروموت را رد نمود و تاکید کرده است که بیشتر این پول از طرف خود خارجی ها در برنامه پروموت از طرف USAID یا برنامه انکشافی ایالات متحده آمریکا هزینه شده است. من فکر میکنم که مسئول به خاطر از این نیستن که 280 میلیون بردن. اگر 280 دلار هم بردن در اون صورت سرش قوانین تطبیق میشد، ولی که پول بسیار گزاف برده و خانم اول برده که من مطمئن هستم که خانم اول این کار کرده بخاطر که در رأس از تمام مسائل است و مسائل دیگیر هم دامن میزنم که گفتنش در تلویزیون خوب نیست. این مسائل است که خانم اول در یه ارسا دست میزنه و من خواهشم از خانم اولی است که
لطف کنن افغانستان را ترک کنن و دیگه این فسادهای بزرگی را که هم شوهرش انجام میده هم خودش سر از این اطفال مظلوم افغانستان که هیچ چیز ندارن خانما و اطفال و همگی سر از این دل بسوزنن و او برن پیش اولادای خود که اصلا از افغانستان خبر ندارن و بسیار یک زندگی خوب دارن اونمو 280 میلیون که بردن اونمو را برشان مبارک میگیم ببرن نمو را ولی دیگه بحث کنن باید از خود به نظر ما دفتر انکشافی اقتصادی ایالات متحده امریکا اونا بیاین جواب بتن که پولا کجا رفته یک موضوع را میخواییم با اینجا بگویم که متاسفانه ما در یک جامعه زندگی میکنیم وقتی که یک خبر از طریق مطبوعات پخش میشه به ذهن مردم این میگرده که گویا 280 میلیون دلار نقد در یک گاوصندوق در دفتر بانوی اول گذاشته شد باز بعد از ما او پولا را گرفتیم و به جیبای خود انداختیم بانوی اول به جیب خود انداخت اساسا به این رقم نبوده و نیست هیچ پول اداره انکشافی و اقتصادی به دفتر بانوی اول نمی آید. ما هیچ کدام از این جوها را به اینا معرفی نکردیم. ما برخلاف گفتیم که کوشش کنیم که برنامه زیادتر برای کل زنهای افغانستان باشه، برنامه به درد بخور باشه. برزی که به شما معلوم است که عموماً کشورهای دونر که به افغانستان می آیند، اینا مثلا با ترینینگ های دو هفته و سه هفته و اینا برای خانمهای افغان و بازباد از او برنامه میره، او زنها بیکار می مانند. مثلا دخترای جوانی که از پروموت ترینینگ گرفته بودن، به دفتر ما می آمدن شکایت می کردن که ما ترینینگ ها را گرفتیم، اما وقتی که ما برای کار میریم، مثلا ما را بر شش ماه یک اداره به شکل افتخاری قبول می کنه، اما وقتی که دوره امتحانی ما تمام میشه، بازباد از او ما دیگه کار نداریم. اینا شکایت هایی بود که بر ما می آمد و ما این شکایت ها را همشون شریک می ساختیم اما وقتی که رای حل برش نبود دیگه ضرور نبود که ما حتی پشتیبانی خود داشته باشیم اما خواستیم از همکارای ما که گزارش بررسی کنن و با مسئولین هم که از طرف اداره انکشافی ایالات متحده امریکا مسئولیت از این پروژه را دارن با اونا بحث و صحبت خود داشتیم اما اگر عنوان می باشه که این کمک 280 میلیون دلاری هدر شده ما با چشم سر شاهد بودیم چه در بخش خصوصی چه در بخش ایجاد ظرفیت در بخش اقتصادی در بخش های مختلف تأثیر خود داشته و از کسایی که مستفید شده بودن از این پروژه در نقاط مختلف کشور ما از اینا ما گزارشات داشتیم تنها به گزارش خود اداره که تمویل کننده بوده اکتفا نکردیم اما بازم چون در رسانه ها بحثای زیادی است روش خواستیم که یک غور مجددم صورت بگیره رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی مسئولیت داره که باید دانه دانه جواب درست بده تنها به یک جمله خود نمیتونه که جواب گوی تمام گپا باشه این پول نیست که یک چند هزار باشه این دو میلیون و 800 میلیون دلار است که باید رئیس اجرایی افغانستان تشریح بده که پولا کجا شد و کجا آمد به خاطر از اینکه در روز اول قرار می بود که این پولا را حکومت وحدت ملی نظارت میکنه حالا باید دکتر عبدالله جواب بگه که پولا در کجا مصرف شده و در کجا تغییر مثبت از زندگی زنای افغانستان آمده مخصوصا زنای فقیر و درمانده افغانستان نه چهار تا زنی که مثلا در تمام مجلس ها و محفل ها و اینا در پایتخت میاین و در هتل ها و رستوران های قیمتی مثلا میاین و میشینن و فقط تماشا میکنن بسیاریشون از بسیاری چیزها خبرم ندارن غیر از پایتخت بیاین با ما دکتر عبدالله و آقای اشرف غنی بگوین که در زندگی زن افغانستان در دیگر نقاط افغانستان چی تغییر به وجود آمده وضعیت خراب بوده و خرابتر شده روان است دروازه مکتب برای مردم بسته است برای دخترها بسته است خشونت زیاد شده مشکلات اقتصادی زنها دارن مردم مثلا از خوشسالی و از که به جای میشن به خاطر مسائل جنگ و اینا باید سر از اینا گپ زده شوه و باید در زندگی از این مردم تغییرات بیاره تنها کابل کل افغانستان نیست و شده نمیتونه ما وقتی که گپ میزنیم سر کل افغانستان گپ میزنیم کمیته به اصطلاح نظارت بود یا همون بورد مشاورین هم رئیس
همکارشان وزیر امور زنان بود، ولی با توجه به اینکه وزارت معمولا مصلحتی انتخاب شده و از فعالین حقوق زن وزیر امور زنان هیچ وقت نشده، اینا متاسفانه که او چیز در نظر نگرفتن، اما جایگاه خود در نظر بر نظارت نگرفتن و شدیداً تحت تاثیر دفتر بانوی اول بودن و حتی در تصامیم دیگه هم که در امیال جریان داره، از اینکه به مردم افغانستان پاسخگو باشن و از اینکه به مردم افغانستان ارزی خدمات داشته باشن، ما فکر میکنم در مورد اکثر وزارت هاست بیشتر در فکر خوش ساختن ارگ و اطرافیان ارگ و حتی ریاست اجرایی هستن. از این لحاظ اشتباهات پیهم باعث ازی شد که آله هیچ کس مسئولیت نگیره. هر کسی که شما صحبت میکنین میگن مسئولیت من نبود. درست است مسئولیت شان نبود به خاطر که جایگاهشون در قانون تعریف نشد، اما متاسفانه مداخله کردن. بونی اول چقدر دیده پروژه داخل بوده که اول مسئولیت پذیری برگرده بر از اون؟ ما فکر میکنم یک نهاده که در بسیاری از موارد به اصطلاح تمثیل از زنان افغانستان میکنه، مسئولیت هم باید بگیرن. اما وزارت امور زنان نیز گفته است که هیچ اطلاعی از مصرف بودجه این برنامه ندارد و مطابق به خاص خود نهادهای تمویل کننده پول این پروژه به مصرف رسیده است. سخنگوی این وزارت تاکید دارد که وزارت زنان چندین بار خواهان نظارت مستقیم از مصرف بودجه و استخدام ها در این برنامه شده بود، اما به گفته آنان به این خواست ها اهمیت داده نشده و نقش این وزارت تنها به عنوان نظارت کننده از برنامه ها، سنوف درسی و هماهنگ کننده به خاطر استخدام محصولان در این برنامه باقی موند. این بودجه مبلغ خیلی انگفته که داخل افغانستان شده و با این کارکرداشون جوابگو نیست واقعا. وزارت امور زنان تقاضا داشت که ما طرحهای جداگانه را میخواستیم با اینا شریک بسازیم. اینا میتونستن با می مبلغ پول تعداد از دختر خانمای را هم از مرکز هم از ولسوالیا میتونستن به کشورهای اروپایی و آمریکایی و همچنان کشورهای اسلامی ما، اینا به خاطر ارتقای ظرفیت ماستری لیسانس میخواستن مرفی بسازن بهتر بود. اما همیشه طرحهایی که ما پیشنهاد کردیم با او شکل اینا نخواستن که تطبیق کنن. اما این پروژه عدم موفقیت از بیشتر به است که اینا خواستن که امو سیستم امریکا را بالای افغانستان تطبیق بسازن. در قسمت از این که خانم اول چقدر مسئولیت داشته در این مورد، طبعا که از لحاظ رهبری اونا یک مسئولیت را خودشان به عهده گرفتن. یک دفتر ساخته شده برای توانمندسازی خانما و پروژه هایی که تطبیق میشه توقع ما است و توقع مردم افغانستان است که بانوی اول باید که اطمینان حاصل بکنه که این پولا به نفع مردم مصرف میشه. اینا بارها خود هم انتقاد کردن که پول هایی که برای توانمندسازی خانما مصرف شده موثریت بسیار کم بوده. پس اینا باید امروز باز هم پاسخ بگن که چرا در با وجود از اینکه اینا از همه از برنامه آگاهی داشتن، برنامه قسم طراحی شده که نتایج از این ما بعد از اینکه پولهای انگفت مصرف هم شده نمیتونیم که نتایج ملموس از این را داشته باشیم و یا هم در قسمت آینده از این برنامه ما یک خوشبینی را داشته باشیم. بنابراین در این قسمت اونا هم مسئولیت جهت‌دهی و سمت‌دهی را دارن که اگر این کار خود را انجام نمیتن دقیقاً که سوالات بر از اون هم راجع میشه. جوابگوی اصلی هدر رفتن از این پول ها خود اداره انکشاف اقتصادی ایالات متحده امریکا است، چون که در تحقیقات سیگار که به اصطلاح یک بازپرس و مفتش ایالات متحده امریکا هست، نام از هیچ نهاد افغانی برده نشده، به شمول دفتر بانوی اول، به شمول وزارت امور زنان و حتی به شمول ریاست اجرایی. پس در صورتی که نام نهاد افغانی گرفته نشده و اداره انکشاف اقتصادی ایالات متحده امریکا همراه NGO‌هایی که خودش انتخاب کرده و مربوط خودشان است پروژه پروموتا پیش بردن، بنان مسئول ادر رفتن یا مصرف کردن از این پول، یا ای که در کجاها تانستن که خانمای افغان، دخترای جوان افغان اینا تعلیم و تربیه و آموزش بدن، خودشان است. اما مسئولان برنامه پروموت با رد گزارش سیگار میگن که آنان در بخش توانمندسازی زنان افغانستان کارهای ارزنده ای را انجام دادند و باید با توانمندی های زنان در بخش های تدارکات، حسابداری، کمپیوتر و مدیریت دیده شود که این نهاد آیا مؤثریت داشته است یا خیر. با باور مسئولان این نهاد پروموت یک برنامه اثرگذار در بخش توانمندسازی زنان است و مخالفت های شماری در داخل افغانستان سبب نشر این گزارش شده است. It's an interesting question, and it's been in the media for several weeks now.
این یک سوال جالبی است که چندین هفته می شود در رسانه ها وجود دارد. اما این یک خبر کهنه و یک سوال کهنه است. طرح این پرسش چالش های موجود در بخش زنان را آشکار می کند که می بینند شمار زیادی از زنان شامل این برنامه ها شدند که برخی ها در افغانستان طرفدار این موضوع نیستند. 3901 بانو و دختر جوان از این برنامه مستفید شدند. 2245 بانوی دیگر اکنون شامل این برنامه هستند. 1600 تن از این زنان اکنون به کار گماشته شدند. این برنامه همچنان 300 بانوی افغان را آماده کار ساخته است تا زمینی کار برای آنان فراهم شود. از حکومت افغانستان تشکری می کنیم که در مورد برابری و رشد زنان توجه می کند و زمینه جذب 2% این زنان را در سال 2018 فراهم کرده است. با وجود استخدام مشاوران متعدد خارجی و داخلی، اغلب پروژه ها با تبلیغات و سر و صدا های زیادی راه اندازی شده و سالها این پروژه ها تطبیق شده و میلیون ها و میلیارد ها دلار در این پروژه ها با مصرف رسیده. در 17 سال گذشته مردم شاهد ناکامی ده ها و صد ها پروژه در مناطقشان در بخش های مختلف بودند. این ناکامی ها حالا دیده مردم را نسبت به پروژه تغییر داده و هر جا نامی از پروژه گرفته شود، شایبه از خیانت، سوء استفاده، بهره برداری شخصی، اختلاس و حیف و میل پول نیز موجود است.